با درود برنامه رو ادامه میدم. روی مسئله سکولاریسم و لائیسیته هستیم. توجه دارید در چند برنامه گذشته روی این سوژه، روی این موضوع به ضرورت‌های پایه‌ای و بنیادی مسئله سکولاریسم و چرایی طرح اون برای مردم ایران به طور عموم، اینجا مسئله تقسیم بندی جمعیتی یا به اصطلاح سطح فرهنگی مردم ایران در اینجا تقسیم بندی نمیشه. مسئله سکولاریسم و ضرورت فهم اون که من سعی میکنم به ساده ترین بیانی برای عموم مردم ایران قابل فهم باشه مسئله رو بررسی کنم، توضیح بدم، یعنی اموری از سکولاریسم رو، و به نحوی در این برنامه ها طرح می کنم که با شناختی که از عرصه فکری ایران، سطح دانش مردم ایران، سطح نسبی دانش، خب خیلی طبیعی است که قشبندی اجتماعی ایران از نظر فرهنگی از یک تعادل حتی نسبی برخوردار نیست. گرچه شهرنشینان به ویژه در شهرهای بزرگ سطح آگاهیاشون از مردمی که در روستاها زندگی میکنن مثل همه جای دنیا تفاوتهایی داره، باری، ولی مسئله سکولاریسم و عناصری که در درون اون هست یا اموری که با این مفهوم ارتباط داره که نوعاً سیاسی و فرهنگیه، عموم مردم رو شامل میشه. توجه داشته باشیم. به این دلیل کوشش من به اینه که در بررسی هایی که روی این موضوع می کنم ساده ترین بیان که ممکنه دیگه، در حدی که ممکنه در ساده ترین بیان بتونه مسئله رو برای عموم روشن کنه، من اینجا ارائه میدم. در برنامه پیش در حقیقت میتوان گفت نخستین هسته شکلگیری یک جامعه سکولر، یعنی جامعه آزاد، یعنی جامعه دموکرات. خوب توجه کنید، جامعه سکولر یه چیزی پیچیده ای نیست. جامعه سکولر چنان که در آغاز توضیحات این برنامه ها روی این موضوع سکولاریسم، فکر کنم 3 یا 4 برنامه پیش بود که آغاز کردیم این مسئله رو، توضیح دادم جامعه سکولر جامعه ایست که بنیاناً، اساساً و در پایه‌های ساختارهای سیاسی اون، حقوقی اون، آموزشی اون و تمام فعالیت‌های فرهنگی، تمام فعالیت‌ها در هر عرصه‌ای، شعر باشه، هنر باشه، سینما باشه، موسیقی باشه و غیره و غیره و غیره، هر اونچه که فرهنگ رو تشکیل میده، تألیف آثار باشه، کتاب باشه، غیره، بنیان جامعه آزاد بر آزادی کامل و بدون کنترل فعالیت‌های طبیعی انسانه. وقتی ما میگوییم جامعه آزاد بدون کنترل، نه به معنی این نیست، بعضی ها تصور نکنه هر کار ما دلمون خواست بکنیم، این نیست.
جامعه آزاد یعنی آزادانه تبادل فکر کنند، نظرشون رو بیان کنند. بیان این نظر یا در نوشته است یا به صورت شفاهی و در گفتار یا مثلا در تصویر و تصویره مثل سینما یا خلق یک پدیده هنری دیگری در عرصه تئاتر یا در موسیقی یا در نقاشی و هنرهای دیگه، رقص و غیره و غیره. معنیش اینه. پس سکولاریسم بنیاناً روی تحقق آزادی ها شکل میگیره. کسانی که فکر میکنن سکولاریسم یک پدیده اجتماعی مثلا مخصوص بعضی جوامع اروپایی بوده یا جوامع اروپایی و این قابل انطباق با جامعه آسیایی مسلمانی مثل ایران نیست، این تعبیر کاملا غلطیه. اولا جامعه ایران با جامعه فرانسه با جامعه انگلستان هیچ تفاوتی نداره. البته در یک جامعه مثل هند، ایران و مثلا فرانسه دینشون با هم متفاوته، خیلی ساده. ولی عموم دین، اینو توجه داشته باشید، دین یا باورهای دینی امری و اموری نیست که انسانها رو بتونه از هم جدا کنه. مثل این میمانه دین، تفاوت دین مثل میمانه که مردم انگلستان یا فرانسه یا اسپانیا که شعر میگوین، شاعرانشون شاعرانی دارن دیگه، درست؟ شاعران انگلیسی یا اسپانیایی مثل شاعران ایران نیستن، خیلی طبیعیه، مثل شاعران هند نیستن، هند مثل ژاپن نیست، خیلی معمولیه، خیلی روشنه. ذوق و علاقه مثلا هنری ژاپنی ها، چینی ها، ایرانی ها با ایتالیایی ها در نقاشی متفاوته، پس در دین هم متفاوته. ولی همه این انسان ها در نیازهای طبیعیشون برای به ضرورت این نیازها باید با یک دیگر در تبادل فکری باشن، در تبادل اجتماعی باشن. به این صورت، به این معنا تفاوتی بین جامعه هندی، انگلیسی، ایرانی، چینی، اسپانیایی، پرتغالی یا مثلا چه میدونم کامبوجی، لاوسی و غیره و اینا نیست، هیچ تفاوتی نیست، همه انسانه. پس مبتنی بر این امر پایه‌ای پیدایش جامعه مدنی، فرد گفتیم هسته جامعه مدنیه، هسته سکولاریسم حقوق فردیه. حقوق فردی بر بنیان تشخص، پذیرش و تحقق فردیته. فردیت یعنی چی؟ نه اینکه هر کسی، فردیت به این معنا نیست که هر کسی اسمی داره، رسمی داره، معلومه کیه، پدرش کیه، مادرش کیه، غیره. نه، این هست. خب این در مشخصات سیویلیته یعنی فردیت حقوقی اعضای جامعه معلوم میشه. بعد که گفته میشه اسم و اسم فامیل کسی چیه و اسم پدرش چیه یا آدرسش چیه، این مشخصات اجتماعی بودن انسانه و تحقق اینه که فرد در این جامعه داره زندگی میکنه و عضو جامعه است. ولی فردیت یعنی تحقق حقوق فردی. اینو توضیح دادم در برنامه پیش به میشه. بنابراین
آزادی فردی چنان که گفتم نخستین بنیان یا پایه‌ای ترین امر لازم و ضروری و اجباری، لازم که میگیم قطعا باید این باشه، نخستین پایه پیدایش یا تحقق فردیت. اینکه فردیت یعنی به معنای دیگر، ببینید اینکه گفتم ساده توضیح میدم همین است توضیحاتم، فردیت یعنی پذیرش قانونی، پذیرش سیاسی حقانیت. فردیت یعنی تحقق آزادی های فردی. ببینید فردیت رو نمیگم آزادی های فردی، تعریف رو دقت کنید، تحقق، بلکه میگوییم تحقق، یعنی واقعیت یافتن آزادی های فرد. این فردیت. جامعه مدنی بر این بنیان تحقق پیدا میکنه. اینکه زنان میگویند ما آزادیم پوشش اون رو انتخاب کنیم، این یکی از وجوه فردیت زن ایرانیه، مثل هر زن دیگری در هر کجای دنیا. اینکه مردان میگویند ما آزادیم نوعی که میخواهیم لباس بپوشیم، این تحقق فردیته. البته معنی این حرف این نیست که حرمت عمومی رو من در پوشش خودم از میان ببرم، یعنی به نحوی لباس بپوشم که خیلی زننده باشه و حرمت عمومی یعنی مراعات حیثیت و شخصیت دیگران زیر سوال بره. خیلی روشنه دیگه، فکر کنم میتونید متوجه بشید چی میگم. تمام اعضای بدنش خب طبیعی است که باید پوشیده باشه، ولی اینکه یک زن مثلا دامن کوتاه میپوشه یا بلند میپوشه، این هرگز حرمت عمومی، احترام به دیگران رو زیر سوال نمیبره. البته ممکنه با میزانهای باور دینی، مثلا دین اسلام مخالفت داشته باشه، دین ملاک تعیین حدود، یا ببخشید ملاک تعیین نحو زندگی مردم نمیتونه باشه. تمام صحبت همینجاست. سکولاریسم بنیانش بر اینه که انسانها آزادند، نحوی که میخواهند عمل کنند در تمام نیازهای زندگیشون یا روابطشون. اما قانون هم اینو میگه، نه به نحوی که حدود آزادی های دیگران، حرمت و حیثیت انسانی دیگران رو به خطر بندازه. زنان وقتی که بی حجاب باشن چه حرمتی از دیگران نقض میشه؟ هیچ. وقتی که زن پوششی رو که مناسب یک انسان سیویل یا متمدن پوششی رو داره، این نحوه پوشش ممکنه بعضی از افراد رو، بعضی از مردان یا زنان رو خوش نیاد، چون معتقدن بنابر دینشون، آیینشون یا هر چیز دیگه ای زنان نباید اینجوری لباس بپوشن، چیزی که 45 سال به زنان ایرانی الزام میشه. درست؟ یعنی همین حجاب و انواع دیگر نحو پوشش زنان، چون اسلام اینو خواسته، اسلام بخواد برای کسایی خواسته که معتقدن باید اینجوری. در سکولاریسم کسی رو مجبور نمی کنن
که حتما زنان سرشون برهنه باشه، در همین کشور فرانسه، در کشورهای دیگه اروپایی و در امریکا هم اینجوریه. بعضی زنان هستن پوششی برای سرشون دارن، مسلمان هم هستن ممکنه چادر هم حتی سر، کسی نمیگه چرا. این مسئله از فردیت مفهوم دقیقش تحقق آزادی های انسانی است در روابط صلح‌آمیز میان انسان ها. فرد و فردیت بدین گونه هسته شکل‌گیری جامعه قانونمند، جامعه سیویل. خوب دقت کنید شنونده عزیز من، دقت کنید، هسته شکلگیری جامعه قانونمند و جامعه متمدن یا سیویل جامعه آزاده، جامعه است که فرد فردیت خودش رو در اون میابه، که معنیش رو در 7 دقیقه 8 دقیقه کمتر بیشتر هم اکنون توضیح دادم. فردیت تحقق داره مادامی که در جامعه ایران فردیت و آزادی های فردی تحقق نداشته باشه، ممکن نیست جامعه قانونمند به وجود بیاد، هر شکلی از حکومت باشه، هر شکلی، جمهوری باشه، فرض کنیم پادشاهی، به هیچ عنوان، مادامی که فردیت و تحقق آزادی های فردی بدون سرکوب، بدون ممانعت، بلکه با حمایت قانونی، حمایت قانونی، یعنی جامعه سیویل یا متمدن، جامعه قانونمند جامعه است که قانون یعنی قدرت حاکمیت در تمام نهادهای او، دادگستریش، پلیسش، امنیتش، نظامیانش و تمام پیکره دولت در حمایت از، حمایت 100% از آزادی های فردیه. یعنی در جامعه مدنی دولت مکلفه، اصلا نقش و وظیفه دولت حراست از حدود آزادی هاست، غیر از وظایف دیگری که برای مدیریت جامعه هست، مثل مسائل اقتصادی، مسائل تکنیکی، آموزشی و غیره که بر عهده داره. بنابراین سلول تشکیل دهنده جامعه مطلوب از وجود فرد، فردی که دارای حقوق طبیعی، واقعیت و عینیت می‌یابد. حال تداوم یا بقای آزادی های اجتماعی در جریان زمان یا در طول زمان در گرو حراست فرد، حقوق فرد یا فردها یا همان اعضای جامعه و حریم حقوقی اونها و تمام اعضای جامعه می باشد. اما فرد اما اینجا نکته بعدی که در چند دقیقه باقی مانده سعی می کنم توضیح بدم و بسیار مهمه، چون جامعه ایران در مقطع فعلی با تمام موانعی که در مقابلش هست و دشمنان بیشماری هم این آزادی ها داره، تلاش میکنه تا بتوانه در فردای ایران در گذر از این حاکمیت فعلی بتوانه جامعه قانونمند رو وجود بیاره. بنابراین
اینجا این مسئله فردیت رو که دو برنامه حتی قبل روش تا به این با این برنامه دو برنامه روش مکس کردم بسیار مهمه، چون میخوام خوب حالیتون بشه که همه ایرانیان در این مسئله مسئولن، در این مسئله شریکن. و اون اینه، فرد چگونه از حریم آزادی ها و حقوق فردی خود و دیگران که با او مشترکن میتواند و باید، ببینید کلمه باید هست اینجا، ضرورت هست، چگونه فرد و افراد جامعه در هر قشر و طبقه و گروهی هستند. دقت کنید، این سخن امروز من رو بارها و بارها بهش دقت کنید و سعی کنید تو ذهنتون مکرر زندگی عادی روزانه که دارید، خرید میکنید، کار میکنید، با دیگران گفتگو میکنید، بین دوستان خانواده رفت آمد میکنید، یادآور هم بشید، یادآور بشید. اون اینه که فرد چگونه میتوانه و باید از حریم آزادی ها و حقوق فردی خود، حقوق فردی که با دیگران مشترکه، حراست و نگهبانی کنه، چگونه این حق رو باید تحقق ببخشه، این در رأی عمومی تحقق ببخشه. من آشکارا به شما میگویم، گرچه خوشبختانه بسیاری از مردم ایران این نکته ای که میخوام اشاره کنم آگاهند، هرگز و هرگز در این 45 سال، 44 سالش گذشته، نزدیک 45 سال بشه عمر جمهوری اسلامی، هرگز و هرگز در ایران انتخاباتی برگزار نشده که چنین ویژگی ها رو در حد اقل شرایط احراز کرد. یعنی اعضای جامعه هرگز اولا اختیار و آزادی نداشتن تا اون چیزی که میخوان انتخاب کنن، همیشه به اونها با محدودیت گفته شده چرا انتخاب کنن و چگونه انتخاب. این هرگز جامعه آزاد نداشته. جامعه سکولر برخلاف اینه که توضیح دیگه نمیدم، در همین برنامه توضیح دادم، پاسخ اینه. اما در این 2 دقیقه باقی مانده از وقتم اینو میگم و ادامهش میمانه به بعد. پاسخ اینه، چگونه ما از این آزادی ها گفتیم خود و دیگران حراست کنیم؟ با اون اینه که با درک و فهم دانستن مسئولیت آگاهانه یا شناخت آگاهانه خود از مبادی حقوقی خود، این که ما دارای چه حقوقی هستیم، این که اون اینه که فرد مسئوله که حقوق طبیعی خود رو بشناسه و از اونها پاسداری کنه. یعنی شما وقتی میتوانید و باید پای صندوقی رأی بروید در فردای آزادی ایران، فقط در فردای آزادی ایران پای صندوق رأی بروید که حق خودتون رو شناخته باشید و اون خواست خودتون رو بر بنیان حقی که دارید در صندوق رأی بدید. مسئولانه، منهای این که این رأی من مبتنی است بر ایمان من، باورهای دینی من، مقدسان مطلقا اینها حساب نمیشه. زندگی عادی، آبونان، آموزش و پرورش، اقتصاد، وضعیت حقوقی، شغلی رو که من میخواهم بتونه برای من تأمین کنه،
خانواده من رو در آسایش و آرامش قرار بده و صلح و دوستی رو در جامعه پیریزی کنه. این رأیی است که بر بنیان خواستهای آزاد تحقق داره و این در جامعه سکولر تحقق داره. فعلا همین و تا بعد و مرسی.